سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه مبحث ریاکت در خدمتون هستم. جلسه قبل رسیدیم به اینجا که ما سه تا پست درست کردیم و دیدیم که یه متن خیلی طولانی شد و به درد نخور اصلا نباید این شکلی باشه. یعنی ما هدفمون از حداقل استفاده از ریاکت اینه که به اینجا نرسیم دیگه، بتونیم یه جوری اینا رو کوتاه‌تر بکنیم، منطقی‌تر بکنیم و مدیریتش هم ساده‌تر. این جلسه میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خب دوستان، میخوایم تو این جلسه چیکار کنیم بچه ها؟ به جای اینکه ما بیایم اینا رو این همه کد بنویسیم و سه تا دقیقت پست رو کنار هم دیگه بذاریم، شما فکر کنید مثلا 1 میلیون پست داشته باشید، نمیتونید که 1 میلیون تا از این کدها بنویسید. میایم چیکار میکنیم؟ هر کدوم یه کامپوننت جدید درست میکنیم برای هر کدوم از این پست ها و از اون کامپوننت سه بار استفاده میکنیم. یعنی یه بار مینویسیم، سه بار استفاده میکنیم. دقیقاً میشه همون اصل که جلسه قبل جوش صحبت کردیم، استفاده مجدد. اوکی، میخوام این کار بکنم. یه دونه داخل پوشه سورس اون یه کامپوننت جدید درست میکنم به نام کامنت دیتیل دات جی اس. اوکی خب کامنت دیم باید اینجا درستش کنم. میرسم ایمپورت React from React. اوکی مجدد یه کامپوننت فانکشنال تعریف میکنم، نمیرم سراغ کامنت دیتیل. حالا ما جلوتر که بریم یه کلاس کامپوننت هم داریم که باید از اون هم استفاده بکنیم. یه جای خاص باید از اون استفاده کنیم، یه جایی هم از فانکشنال و حالا جلوتر اینا رو خواهیم دید چه تفاوتهایی با هم دارن و کجا باید از کدوم استفاده کنیم و کجا از کدوم. خب من میام این یه تیکر رو میبینید بچه ها، اینو کپی میکنم میارم اینجا. اوکی بسیار عالی. و میخوام از این کامپوننت اونجا سه بار استفاده بکنم. چنین زیرش رو قرمز کرده بچه ها. کامنت دیتیل خب اکسپورتش هم بنویسم بچه ها. دیفالت آها این اسش جا افتاد بچه ها، کانست. خب یه غلط املایی که بعد دیگه عادت کنید، من اینقدر غلط املایی دارم در طول این دوره که خستت رو میخوام بکنم. خب بریم سراغ ادامش. میخوام حالا از این کامپوننت بیام داخل همون اینجا استفاده کنیم، ببینیم چجوری این کار رو بکنیم. خب بریم داخل اینجا بچه ها. من اول اینا رو پاک کنم دیگه، لازمشون ندارم که اینجا خلوت بشه صفحه. خب که ببینیم دقیقا داریم چیکار میکنیم. خب اوکی، اول باید بریم اون کامپوننتمون اینجا ایمپورت کنیم بچه ها. اوکی ایمپورت کامپوننت دیتیل. فرام این بچه این نکته همینجا دقت داشته باشید. شما نیازی پسوند فایل رو اینجا بنویسید، هم اسمش رو بنویسید کافیه، کفایت میکنه. بعد میایم اینجا به جای اون همه کد می‌نویسیم چی بچه ها؟ کامپوننت دیتیل به همین سادگی. میتونیم اینو سه بار هم بنویسیمش که بشه سه تا. یعنی شما یه بار می‌نویسین، سه بار استفاده میکنید. به این میگن بعد استفاده مجدد، اون اصل دومی که جلسه قبل راجعش صحبت کردیم. این هم دیگه اینجا لازم نداریم بچه، فیکر رو باید ببریمش اونور، چون اونور میخوام ازش استفاده کنیم دیگه، پس میریمش اینجا. اوکی اینا از این شد اصل دوم، استفاده مجدد. یعنی شما یه دونه کامپوننت مینویسید، چندی بار ازش استفاده میکنید. یه اصل دیگر هم اینجا بچه میبینید، نستینگ. الان این کامپوننت ها زیر مجموعه یه کامپوننت بزرگتره،
میبینید بچه ها، یعنی کامپوننت کامنت دیتیل زیر مجموعه کامپوننت اپه. بیایم تو پروژه همون تو اینجا نیا کنید، الان همون رو دوباره داریم. الان سه تا هر کدوم یه دونه کامپوننته که یه بار نوشتیم سه بار استفاده کردیم داخل یه کامپوننت بزرگتر به نام اپ. بس شد دوتا اصل اول، مونده اصل سوم کانفیگوریشن، اونم الان میخوام راجعش صحبت کنیم. خب ببین بچه‌ها یه عکس بهتون نشون بدم که روشن شه براتون داستان چیه. الان ساختار پروژه ما یه همچین شکلی داره، یه پروژه بزرگتر داریم به نام اپ اینجا میبینیش بچه‌ها نیا که این که سه تا کامپوننت کوچیک‌تر شده زیر مجموعش. این سمت چپ هم میتونید ببینید، میبینید اینا هر کدوم یه کامپوننت کوچیک‌ترن که در دل کامپوننت بزرگتر به نام اپ قرار دارن، میشه نست شدن. این سه تا کامپوننت هم یه دونه کامپوننت هم در اصل که سه بار ازشون استفاده شده، این استفاده مجدد از یه کامپوننت، این میشه دوتا در اصل اول. بریم سراغ اصل سوم که چجوری این مقادیر رو ما کانفیگ بکنیم متفاوت باشن، نه قرار نیست همشون یکسان باشن همیشه. برای این کار ما باید یه سری اطلاعات رو از اینجا ایمپورت بکنیم داخل این بچه ها. یعنی بکنیم ما باید از در کامپوننت مادر یا والد یه سری اطلاعات رو ایمپورت بکنیم داخل کامپوننت ها کوچیکترمون. یعنی وقتی زمانی که داریم این کامپوننت ها رو اینجا می نویسیم یه سری اطلاعات باید اینجا بهش بدیم، بگیم ما نسبت به این اطلاعات این دیتا رو نمایش بده. به این کار میگن دقیقاً اون چیزی که این ابزار به ما در اختیار قرار میده پراپسه. پراپس. اوکی. پس پراپس به ما کمک میکنه که از کامپوننت مادر یه سری اطلاعات رو ایمپورت بکنیم داخل کامپوننت دقیقاً اون چایلدمون یا بچه‌مون. ببینیم چجوری باید این کار انجام بدیم. تو مرحله اول من میخوام این اسما رو عوض کنم بچه‌ها، یعنی میخوام وقتی دارم کامپوننتمو اینجا می نویسم یه دیتای بهش وارد کنم که اون دیتا اسم نویسنده است. چجوری این کار انجام میدیم؟ یه عکس بهتون نشون بدم بچه ها. برای این کار یه ساختار داریم به این شکل بچه ها. خب نیا کنید من بیارم اینجا اینم بذارم اینجا اینو ببندم که کنارش باشه. ببینید نیا کنید بچه ها. اسم کامپوننت نوشتم اسم نویسنده مساویس با یه حاله مقداری، اسمش اینجا سم گذاشتم میتونم هر چیزی بذارم. به این میگن سیستم میگن پراپس، این نیم آف ده پراپس، این اسم پراپس، اینا ولیوشه. این روشه که شما میتونید اطلاعات رو از طریق پراپس وارد کامپوننت بکنید. بریم اینجا ببینیم بچه. خب این یک دو دقیقه آینده رو خوب دقت کنید بچه. خب میام داخل کامپوننت اون بچه ها می نویسم اسمش رو هرچی دوست دارید میتونید بذارید بچه، هرچی دوست دارید. چیزی نیست که حتما باید مثلا اسمشو بذارید چه میدونم آدره، هرچی دوست بذارید مثلا بذارید چه هم پرودیوسر، هرچی دوست دارید مهم نیست رایتر. خب من اسم اولی رو میذارم همون حامد، بعد اینو کپی میکنم چون تنبلم، دوم رو مثلا میذارم علی، بذارید یه چیزی بذارم که هم قواره خودش باشه مثلا حمید و هومه با یه دونه او میذارم الان تو میخوام یکسان باشه، مهم نیست من برای خوشگلی میگم. خب این ستا الان وارد کردم. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که ما این پراپس اینجا بهش دادیم به این کامپوننتمون، اون بعد چجوری ازش استفاده بکنیم؟ یه کلمه کلیدی داریم به نام پراپس به این شکل. خب شما میتونید پراپس اینجا دریافت کنید. ببینیم پراپس چی داخلش. من یک کنسول داد لاگ میگیرم پراپس همو ببینیم داخلش چی هست. پس اونجا ما پراپس رو دادیم به این شکل دادیم، این وقت میخواییم دریافتش کنیم، دریافتش با کلمه کلیدی پراپسه. حالا ببینیم چجوری این کار میکنیم. بریم داخل پروژه همون بچه هایی رفرش میکنم، فعلا چیزی تغییر نکرده چون پراپس رو از استفاده نکردیم. F12 رو میزنم من بچه نیا کن اینجا سه تا آبجکت ما داریم، به ازای هر کدوم از اینا یه دونه پراپس داریم. ببینیم داخلش چیه بچه، نیا کنید داخلش رو. اون پراپ اطلاعات دیتایی که ما تو اونجا وارد کردیم و اینجا داریم میبینیم. حالا چجوری میخوایم از این استفاده بکنیم الان میبینیم. پس اینی که اینجا داره نمایش داده میشه، این آبجکتی که اینجا ما داریم میبینیم دقیقاً این پراپسمونه. میخوام این پراپس رو الان استفاده بکنیم. ببینیم چجوری این کار بکنیم.
بریم برقش هم ببینیم که جا بیفته براتون. یک بچه ها حمید، حامد، حمید، هومن. بین سه تا پراپس مختلف اینجا من دارم میبینم که برای هر کدوم از این است. خیلی خوب بریم بینید داخل پروژه هم بچه ها. خب من میتونم این پرانتزه رو بردارم، نیاز نیست باشه. اگه اینجا یه دونه متغیر یه دونه آرگومان داشتیم میتونید پرانتز رو بردارید بچه. اگه دوتا بود نمیتونید کار بکنید. کنسولاگ هم دیگه برمیدارم، لازمش ندارم. میام اینجا به جای حامد چی می نویسم بچه ها؟ می نویسم یا کولاد می زنم چون میخوام کد جاوا اسکریپت بنویسم. می نویسم props dot چی بچه ها؟ اسم اون متغیری که این دیتایی که این وارد کردیم اسمش این. اوکی props dot این. حالا میریم داخل پروژه‌مو. یا کل بچه ها حامد، حمید، هومن برامون اومد به همین سادگی. به این میگن استفاده از props. بریم جلوتر ببینیم که چجوری ما اینا این اطلاعات رو مثلا عکس رو وارد بکنیم، چجوری مثلا پستمون رو وارد بکنیم، اینا رو هم چجوری وارد بکنیم. اینا رو هم ببینیم، اینا هم در قالب props میخوایم وارد بکنیم.